سلام دوستان، اینجا پلاتو و ما با ویدیوی کلاهبرداری روبیکا از اینفلوئنسرها و پیج‌های فیکی که به اسم اونها افتتاح شده با شما هستیم. اما قبل از اینکه بریم و ادامه ویدیو رو با هم ببینیم، حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنین تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین. نظرتون رو هم حتما برامون کامنت کنین تا با هم در ارتباط باشیم. لایک رو هم فراموش نکنین. همونطور که میدونین زمان زیادی از اینکه مجلس طرحی رو به نام صیانت از حقوق کاربران مطرح کرده نمیگذره. بعد اون رو طبق اصل 85 قانون اساسی به یک کمیسیون سپردن تا پشت درهای بسته طرح بررسی و تصویب بشه. توی یکی از ماده های این طرح آورده شده که پهنای باند و دسترسی به اینستاگرام و پلتفرم های خارجی زمانی محدود میشه که مشابه داخلی هر پلتفرم رو بسازن و بعد از استقبال مردم دسترسی به نمونه خارجی محدود میشه. از همون اول که این طرح عنوان شد، خیلی از فعالان حوزه آیتی حدس می زدن که احتمالاً نمونه داخلی این پلتفرم ها نمی تونن از لحاظ فنی و کاربردی به نمونه های خارجی برسن، پس حتماً با استقبال هم مواجه نمی شن. اما چیزی که واضحه اعتبار هر پلتفرم فقط با تعداد کاربرهاش سنجیده میشه و از اونجا که معمولا سلبریتی ها، اینفلوئنسر ها و افراد مشهور نقش زیادی در جذب این افراد برای هر پلتفرم دارن، حضورشون میتونه کاربرهای زیادی رو برای اون پلتفرم برمقام بیاره. پس حالا پلتفرم های داخلی که قرار رقیب نمونه های خارجی بشن نیاز به حضور این افراد رو بیشتر حس کردن تا بتونن جذب مخاطب داشته باشن، ولی این امکان هم هست که سلبریتی ها خیلی تمایل به حضور توی این پلتفرم ها نداشته باشن. امروز شایعه شده که روبیکا شروع کرده به ساختن پیج‌های فیک برای اینفلوئنسرها و بعضی از سلبریتی‌ها. ماجرا از اونجا شروع میشه که میلاد نوری، فعال حوزه آیتی، با یک توییت خبر میده روبیکا برای بیشتر صفحه‌های پرمخاطب اینستاگرام بدون اطلاع و اجازه پروفایل ساخته و حتی محتواشون رو هم کپی کرده و البته از این جالبتر اینه که به بعضی از اونها حتی تیک آبی هم داده. در ادامه این فعال آیتی توییت دیگه رو منتشر میکنه تا به همه آموزش بده به چه صورت میتونن مطمئن بشن که به اسم اونها پیجی توی روبیکا افتتاح شده یا نه، و از اینجا به بعد اینستا و کلن مجازی پر میشه از استوری ها یا پست های از اینفلوئنسر ها که دارن باز کردن پیج رو تکذیب میکنن. سلام بچه ها، بچه ها اینو ببینید، الان یکی واسه من فرستاد. این همون یکی از اون اپ های داخلی بی امنیتیه که ساخته شده که میخوان به جای اینستاگرام در واقع به مردم بندازنش. از طرف اینفلوئنسرها و کسانی که مثلا پرمخاطبن رفتن صفحه ساختن، انگار مثلا من خودم رفتم صفحه ساختم اونجا، که اینجوری مردم رو گول بزنن، مثل همیشه با دروغ کارشون رو پیش ببرن که آدما مثلا اعتمادشون جلب بشه، برن تو اینا ثبت نام کنن و بعدم یوزرشون که رفت بالا دلیلی داشته باشن که بگن که خب یوزرمون بالاست، پس مثلا پهنای باند اینستاگرام رو کم کنیم و دیگه کسی مثلا از اینستاگرام استفاده نکنه، همه بیان تو این اپا. یعنی شما ببینید سطح امنیت کجاست، که سطح حق بازی، سطح کلاهبرداری، سطح دروغ. وای، یعنی اصلا اینجوری موندم که دیگه در این حد رو دارید بازی میکنید، در این حد رو دارید کلاهبرداری میکنید که از طرف یکی دیگه میرید صفحه میسازید. حتی بعضی از اونا واکنش تندتری نشون میدن. مثلا نمونش این خانم که مینویسه من ترجیح میدم گوشیمو بندازم تو مسترا، فلش تانک رو هم بکشم، ولی اپ بی امنیت داخلی نصب نکنم. یا یکی دیگه مینویسه این مقدمه اجرایی شدن طرح صیانت و حذف پلتفرم های بین المللیه که با تجاوز شروع شده. اما غیر از اینفلوئنسرها، بازیکن‌های فوتبال هم نشونه گرفته میشن و اتفاقاً پیج‌های فیکی برای بعضی از این بازیکن‌ها باز شده. نمونش محمد شریفی که با استوری تکذیب میکنه و میخواد به حریم شخصیش احترام گذاشته بشه، یا حسین کنعانی زاده که حتی اعلام میکنه از طریق پلیس فتا جریان رو پیگیری میکنه. غیر از این دو نفر، سعید آقایی، عیسی آل کثیر و فرشاد فرجی هم توی این لیست قرار دارن.
خلاصه با این اتفاق پیگیری ها از طرف اینفلوئنسر ها شروع میشه و بعد از تماس با پشتیبانی این اپلیکیشن اونها اینطور پاسخ میدن که احتمالاً این اکانت ها فیک هستن و توسط افراد نامشخص ساخته شدن و حتی یک شماره تلفن رو هم منتشر میکنن تا اگر هر کس خواست بتونه از این طریق پیگیری کنه. البته این پاسخ روبیکا هم باز اعتراض کاربران رو در پی داشته و اونها این سوال رو میپرسن که چرا باید برای حذف پروفایلی که متعلق به خودشونم نیست مجبور به تماس گرفتن با روبیکا بشن و شماره و اطلاعات شخصیشون رو در اختیار این اپلیکیشن بذارن. به غیر از این روابط عمومی روبیکا در مورد پیج بازیکن‌های فوتبال توضیح میده که این پیج‌ها در دی ماه 99 در حاشیه برگزاری دربی استقلال و پرسپولیس با هماهنگی کامل باشگاه و بازیکنان و در چارچوب کمپین مربوطه صورت گرفته، ولی در این مورد میلاد نوری دوباره با یک توییت دیگه واکنش نشون میده و در جواب میگه افراد بلاگر حوزه تک و عکاز و آشپز و غیره چی؟ با همه اونها هماهنگی شده؟ بعد خود این بازیکنا که خبر نداشتن استوری اعتراضی گذاشتن؟ در ادامه میلاد نوری با یک توییت دیگه به یکی از دلایلی که برای طرح صیانت مطرح می‌کردن اشاره می‌کنه و این موضوع که چون دسترسی به نماینده‌های قانونی پلتفرم‌های خارجی وجود نداره پس نمیشه پیگیری قانونی رو انجام داد، که این فعال آی‌تی در جواب می‌نویسه آقایون نماینده مجلس، اگه دغدغه واقعا اینه بفرمایید، یقه روبیکا دم دسته، از حقوق کاربرها دفاع کنید. واکنش اینفلوئنسرها و افرادی که به اسم اونها پیج فیک افتتاح کردن اینه که از مردم میخوان توی این اپلیکیشن ها عضو نشن تا شاید به این روش اعتراض خودشون رو به این حرکت روبیکا نشون بدن. خواهش میکنم بچه ها، به اطرافیانتونم بگید خواهش میکنم این اپاشون رو دانلود نکنید، اینستال نکنید. این اپا اصلا هیچ امنیتی ندارن. یعنی شما سطح امنیت رو الان ببینید، سطح امنیت و احترام به کاربر اینه که از طرف یه کاربری بری واسهش با تمام اون اطلاعاتی که توی صفحه زده پروفایل فیک بسازی. سطح امنیت اینه. اصلا این اپ ها رو نرید سراغ دانلودشون. به اطرافیانتون هم مداوم بگید این دیگه کوچکترین اعتراض مدنیه که میتونید انجام بدیم هممون، کوچکترین، و واقعا هیچ ریسکی هم درش نیست. بنابراین اگر حتی احساس ناامنی میکنید این دیگه اصلا هیچ ریسکی درش نیست. خواهش میکنم که این اپ ها رو دانلود نکنید. غیر از این شوخی همراه با اعتراض میلاد نوری هم جالب به نظر میرسه. اون خبر میده که انگار کیم کارداشیان هم توی این پلتفرم پیج باز کرده، یا با یک توییت دیگه با اشاره به اپلیکیشن همدم که برای همسریابی افتتاح شده نگرانی خودش رو از اینکه از طرف اون ازدواج کنن و حتی اسم بچهش رو هم انتخاب کنن ابراز میکنه. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراهمون بودین.